دوستان سلام، در گزارش امروزمون دو تا خبر براتون تهیه کردیم. ابتدا میپردازیم به تازه ترین حاشیه از رژه پیروزی نیروهای نظامی آذربایجان که رئیس جمهور ترکیه بیت شعری رو در مورد عرض خونده بود که بسیاری از جمله آذری جهرمی وزیر ارتباطات در ایران به اون واکنش نشون دادن و حالا سردبیر روزنامه طرفدار حزب عدالت و توسعه ترکیه عکس العمل تندی در این باره داشته و مطالبی رو منتشر کرده که به نوعی ایران رو در مطالبش تهدید کرده. در خبر دیگه اما ارتباط پوشیدن پوشک رو در جلوگیری از ابتلا به کرونا بررسی خواهیم کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. در روزهای اخیر شعرخوانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد رود اراس باعث بروز تنش‌های میان ایران و ترکیه شده بود. ماجرا از این قرار بود که در جریان رژه پیروزی نیروهای نظامی آذربایجان، اردوغان در کنار رئیس جمهور اون کشور بیتی در مورد اراس خوند که حاکی از جدایی اجباری ساکنان قسمت شمالی و جنوبی این رود بود. مقامات سیاسی کشور و بسیاری از مردم آذربایجان این بیت رو تلاشی برای دامن زدن به تمایلات قوم‌گرایانه و جدایی طلبانه برخی آذری‌ها دونستن و به اون واکنش نشون دادن. اگرچه وزارت امور خارجه با فراخواندن سفیر ترکیه به صحبت‌های اردوغان واکنش نشون داد، اما مقامات وزارت امور خارجه ترکیه همچنان از صحبت‌های رئیس جمهور خودشون حمایت کردند و اعلام کردند که در این مورد سوء تعبیر شده. ابراهیم کاراگل که سردبیر روزنامه طرفدار حزب عدالت و توسعه یعنی حزب مطبوع رجب طیب اردوغانه و به شدت از سیاست‌های اردوغان حمایت می‌کنه، در پاسخ به توییتی از جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران به نحوی ایران رو تهدید کرده. جهرمی در پیامی توییتری و بدون شرح عکسی از نقشه ایران در دوران صفویه رو منتشر کرده بود که در اون قلمرو ایران، بسیاری از سرزمین‌های کنونی در اختیار روسیه، آذربایجان و ترکیه رو شامل شده و به طور کلی نشون میده که بخش‌های زیادی از منطقه قفقاز و مناطق آذربایجان در اختیار ایران بوده. سردبیر روزنامه ینه شفق در واکنش به این صحبت‌ها کشتارهای سلاطین عثمانی در شهرهای آذری‌نشین ایران رو یادآور شده و چنین نوشته: آقای جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهور اردوغان یک نقشه منتشر کرده. اگر شما از صفوی اسم ببرید یک یاووز از راه خواهد رسید. منظور از یاووز سلطان سلیم عثمانی است، مراد چهارمی که وارد تبریز میشه با تلفات بسیار. این موضوع برای شما سخت خواهد بود. صفوی رو فراموش کنید. بهتره که نقشه کنونیتون رو حفظ بکنید. ابراهیم کاراگل قبلا نیز مدعی شده بود استان موسل به دلیل داشتن جمعیتی ترکمن متعلق به ترکیه است، در حالی که جمعیت ترکمن این استان بزرگ عراق در اقلیت هستند. گفتنی است پس از یک روز درگیری لفظی میان مقام‌های تهران و آنکارا و احضار متقابل سفیران ایران و ترکیه، محمد جواد ظریف و مولود چاوشاوغلو وزیران خارجه دو کشور درباره شعرخوانی جنجالی رجب طیب اردوغان گفتگوی تلفنی داشتند. آقای چاوشاوغلو در این تماس تلفنی به همتای ایرانی خودش برای حملاتی که از طرف مقام‌های ایرانی به آقای اردوغان شده بود اعتراض کرده بود. او همچنین گفته آقای اردوغان فکر می‌کرده که منظور شعر مربوط به جدایی قره‌باغ و ارتباطی با ایران نداره. محمد جواد ظریف هم بر احترام و روابط دوستانه میان دو کشور تاکید کرده. با شدت گرفتن همه‌گیری کرونا، مقامات حوزه حمل و نقل در سرتاسر دنیا به دنبال چاره‌ای برای حفظ سلامت مسافران و خدمه هواپیما در سفرهای هوایی هستند. روز 25 نوامبر، اداره هوانوردی داخلی چین دستورالعمل جدیدی برای صنعت هواپیمایی این کشور که فعالیت اون تحت نظارت این نهاده منتشر کرد. این دستورالعمل حاوی توصیه‌هایی درباره بهترین شیوه‌های رعایت بهداشت در هواپیما و فرودگاه‌هاست. اما یکی از این توصیه‌ها تعجب بسیاری رو برانگیخته. توصیه‌ای که در اون از پرسنل پرواز مانند مهمانداران هواپیما خواسته شده برای آنکه نیازی به استفاده از سرویس بهداشتی نباشه، پوشک یک بار مصرف بتن کنند. در این دستورالعمل در بخش مربوط به استفاده از تجهیزات محافظت شخصی به خدمه توصیه شده در پروازهایی که مبدأ و مقصد اونها کشورهای پرخطر هستند، از ماسک پزشکی، دستکش‌های پزشکی دولایه یک بار مصرف، عینک محافظ، کلاه‌های یک بار مصرف، لباس‌های محافظ یک بار مصرف و
و روکش های یک بار مصرف کفش استفاده کنند. اما در جمله بعدی این گونه اومده: به منظور دور جستن از خطر ابتلا به کووید 19 توصیه میشه خدمه هواپیما پوشک یک بار مصرف به تن بکنن و از استفاده از سرویس بهداشتی جز در موارد استثنایی خودداری بکنن. شاید چنین توصیه‌ای افراطی به نظر برسه، اما بر کسی پوشیده نیست که سرویس‌های بهداشتی میتونن آلوده ترین بخش هواپیما باشن. در ماه اوت زنی در پرواز خودش از ایتالیا به کره جنوبی به کرونا مبتلا شد. دستشوی هواپیما تنها جایی بود که این زن ماسک N95 خودش رو از صورت برداشته بود و به همین دلیل محل ابتلای اون احتمال داده شد که دستشویی باشه. طراحی دستشویی‌های هواپیما پیش از همه‌گیری کرونا همواره موضوعی مورد بحث بود، اما این همه‌گیری سبب شده تلاش بیشتری برای پیدا کردن راه‌حل‌های جدید صورت بگیره. شرکت هواپیمایی ANA ژاپن پیشتر اعلام کرد در حال آزمایش استفاده از یک در جدید در سرویس‌های بهداشتی هواپیماست که نیازی به استفاده از دست برای باز و بسته کردن اون نباشه. شرکت بوئینگ هم یک سرویس بهداشتی خود تمیز شونده اختراع کرده که با بهره‌گیری از پرتو فرابنفش 99.9% از میکروب‌ها رو بعد از هر بار استفاده از بین می‌بره. ازتون میخوام که اگه تا کنون عضو کانالمون نشدین، ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آخرین مطالب کانال دکمه زنگوله رو کلیک بکنید. اگر هم مطالب این ویدیو رو مفید دونستید، برای حمایت از ما لایک و کامنت رو فراموش نکنید.